با تو ایران، با تو ایران سراپا نفسم، بی تو چون شاهین بال بسته در قفسم. هرچه دارم به خدا ایران، هرچه دارم به خدا از آن توست ایران، هرچه هست همچنان با یاد توست. هموطنان نازنینم، عزیزان جوان سال هموطنم، در درون از مرزهای ایران دستاتون رو از راه دور میبوسم. شما شگفت انگیزه، شما کاری شگفت انگیز انجام دادید. دنیا داره در خلوت خودش از بزرگ و کوچک، از رؤسای جمهوری جهان، از پادشاه ها، مردم تمام ملل دنیا دارن به شما ها ایول میدن، میگن عجب مردم با شرفی هستند، برخواستند تا حقشون رو بگیرن، با اینکه تمام جهان داره با این رژیم میسازه برای قلع و قمع شما، شما خودتون به این درک رسیدید که این شمایید که باید حقتون رو بگیرید. حق دادنی نیست، حق گرفتنی است. شما به درک این واقعیت رسیدید که کلید رهایی و نجات ایران فقط و فقط در دست تک تک شماست. هیچ کس به داد شما در طول 30 سال گذشته نرسید. زمانی که کشور رو آزاد کردید، آن زمان به اهورا مزدای ایران بعد از انقلاب مشروطیت تا به امروز، شما اون رژیم سکولار، شما اون دموکراسی به معنای واقعی، شما تعیین نوع نظام هر آنچه را که میخواهید و آزادی و تمدن و ترقی و تجدد رو با دستان خودتون به ایران برمیگردونید و این خسارات غیر قابل جبران 31 سال گذشته رو در عرض کمتر از 3 سال ملت ایران پشت سر میگذارن. باورم کنید، پیروزید چون حق با شماست، پیروزید چون ایرانی هستید، پیروزید چون نمایندگان کوروش هستید، پیروزید چون ابرمردانی چون ستارخان، باقرخان، رضاخان، آریامهر بزرگ ایران پدر، محمد رضا شاه و مردان این چنینی بر کشور شما و خاک شما حکم روایی کردن و خون آریایی و خون وطن پرستی در رگهای شما، بیش از این تحقیر و اهانت و حقارت یک مظلوم به سر بی پدر و مادر پفیوز پتیاره رو تحملش رو ندارید؟ باورم کنید، با دست پر 22 بهمن به خیابان بیایید، حقتان را میتوانید در همان روز بگیرید و کار را یک سره کنید. و همین برای بچه هایی که یونیفرم هر دستگاه و تشکیلاتی به تنشونه، احساس کنن شیر قرآن در صحنه هستید، لباسشون رو، یونیفرم رو در میارن، پرچم سفید رو بالا میبرند و با شما یک صدا خواهند شد. باورم کنید، رهایی نزدیک است، آزادی نزدیک است، به قیمت گزافی این هزینه سنگین رو دارید پرداختید تا این آزادی رو به دست بیارید. کم نیارید. ندا آقا سلطان، سهراب و هزاران نفر در طول 30 سال گذشته جان دادند تا شما امروز برخواسته اید. شماها برخواسته اید، درود به شرفتون. 22 بهمن کار تموم نشه، 25 بهمن اون روز نشه، تو اسفند نشه، چهارشنبه سوری کار رو تمام میکنیم. 22 بهمن گل ما، هدف ما تسخیر صدا و سیماست، از باز کردن در زندان هاست و در نهایت پیوستنه پیکره و بدنه سپاه و بسیج به ملت و ایستادگی در مقابل اینهایی که شال فلسطینی رو گردنشون میندازن و بچه های ما رو به اعتیاد و دختران ما رو ناموس ما رو سود صادر کردند، تمام منابع ملی ما رو غارت کردند، با تریلی 18-19 میلیارد دلار، نه یک بار، نه 10 بار، 100 بار به بیرون فرستادن. یک بارش رو شد، این پول سر سفره شما بود، این شما جوانانی که پرپر شدید. دست پر به خیابان ها بیایید، با آمادگی کامل به خیابان ها بیایید،
از فردا جلوی تمام بانک ها نقدینگی ها رو بیرون بکشید. به هر طریقی میتوانید این رژیم رو از نظر اقتصادی از کار بیاندازید. اگر هنوز نامردان و ناکسانی هستند که اعتصابات رو شروع نکردن در 22 بهمن و بعد از اون با شما ملت طرف هستند، چون دارن از این حکومت و از این رژیم نامردمی حمایت میکنند. نترسید، نترسید، همه با هم هستید. نترسید، نترسید، همه با هم هستیم. ما این اهریمن، این گرگ خونخوار، این آخوندهای پفیوز مفخور، چه معمم چه مکلاش، چه لاریجانیش چه متکیش، چه خرازیش چه ولایتیش، چه اونهایی که تو مجلس این مفخورای کثافت حرومزادهی که تلمبیدن اونجا، چه دونهایی که تو دولت احمدی نژادن، چه اونهایی که تو این مجلس و تو اون شورا و تو این بس زوب شدگان ولی فقیه، چه این مرد سکهای حرامزاده وطن فروشی که در خارج از کشور هنوز میخواهن این رژیم رو اصلاحش کنن و یک کلاه دیگر سر شما بگذارن. کلید آزادی ایران، رمز پیروزی شما تو دست توده‌ای و کنفدراسیونی و اکثریتی و مجاهد خلق و اونهایی که شما رو به این تیر روزی انداختن نیست، تو دست اونهایی است که عرق ملی دارن و فریاد در گلو خفه شده شما رو 30 ساله دارن فریاد میزنن. یکی از کارهایی که باید در 22 بهمن بکنید، شرفتون رو، حیثیتتون رو، پرچم شیر و خورشید سرنگتون رو به خیابونها بیارید و پرچم نانجیب اون هندیزاده پسفطرت، اون خمینی مفعول گجستک، اون سیک هندی رو به آتش بکشید. عکسای خمینی، خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی، موسوی در گوشه و کنار ایران، عکس این مافیا باید به آتش کشیده بشه تا بدانند شما کلیت نظام را نمیخواهید، تا بدانند شما تمامیت رژیم مرگش را میخواهید، تا بدانند به خیابان آمده اید در این صحنه های آخر نمایش که اعتراض شما را در خیابان بازیگرانش هستید، برای چه آمدید؟ برای پایان بخشیدن به این ظلم 31 ساله و اشغال کشورم. هموطنان بسیار نازنین، قلبم مثل قلب یک مرغ عشق میخواد از تو سینم در بیاد. هیجان زده هستم. تنها آرزویم این بود که در این روزهای حساس در کنار شما، در این تئاتر، در یکی از صحنه های این تئاتر که نامش خیابان است، با شما بازیگر این صحنه می بودم. اما باورم کنید با شما هستم. باورم کنید اگر اونجا سپاهی و بسیجی و حزب اللهی و چاق و کش سار اللهی و هر بی پدر و مادر فاحش زاده ای که نوخوره این رژیم جلو شما ایستاده، 1000 برابر قوی تر در مقابل این رسانه و این سنگر مزدوران و جیر خاران و لاشخورهای رژیم و اربابانش اینجا جلوی من ایستادند. خیلی سخته، ولی برنده میشیم، بازی رو میبریم. این بار کیش و ماتشون میکنیم. تو کیش و مات هستند، فقط باید مهرهاشون رو از روی این صفحه شطرنج سیاسی ایران پرتاب کرد، آتشش زد، نابودش کرد که دیگه هرگز این مهرها روی این صفحه نیاد. باور میکنید ثانیه به ثانیه ده ها تلفن از ایران داره به تلویزیون آریامن میشه؟ باور میکنید چه تلفن هایی بعد از وقتی که برنامه تمام میشه 100-150-200 مسیج از سراسر دنیا ما رو احاطه کرده؟ مردم دارن اپریشیت میکنن، یعنی دارن حس میکنن که یک نفر همرزمشون، همصداشون داره براشون فریاد میزنه. این مردم ماهن، این مردم خوبن. در برون از مرز هم
یک عده قلیلی وطن پرست وجود دارن که اونها هم دارن حس میکنن وظیفه وجدانی و اخلاقیشون چیه و کجاست و تا چه حد باید پا به میدان دیگه بذارن. این مرحله نهایی ورود به صحنه برای نابودی رژیم اسلامیه، کما اینکه مزدوران و جیره خانان دارن آخرین تلاش هاشون رو میکنن برای حفظ رژیم، چون مرگ رژیم مرگ اینهاست. یک دونه آخوند، یک دونه از این اطلاعات امنیتی ها تو دست مردم بیفته، دست تک تک مزدوران رژیم در همین لس آنجلس، در ونکوور، در تورانتو، در اروپا باز میشه.